علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه روز جمعه از دستگیری 304 نفر در جریان عملیات هیرو 34 در 32 شهر این کشور خبر داد. به گفته او پلیس ترکیه این افراد را به ظن ارتباط با گروه سنی‌های تندروی داعش دستگیر کرده است. وزیر کشور ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این دستگیری‌ها در جریان یک عملیات بزرگ با هماهنگی نیروهای اطلاعاتی و ضد تروریسم ترکیه و به طور همزمان در 32 استان انجام شده است. پلیس در شهر استانبول بیشترین تعداد مظنونان را دستگیر کرده است که 86 نفر بودند. پس از آن نیز آنکارا پایتخت ترکیه با 39 نفر، استان ازمیر با 20 نفر، شهر تکیرداغ با 19 نفر و شهر قونیه با 14 نفر بیشترین بازداشتی ها را داشتند. گروه سنی های تندروی داعش بارها در ترکیه اقدام به راه اندازی حملات مرگبار کرده، از جمله تیراندازی در یک کلوب شبانه در استانبول در جشن سال نو در 2017 که به مرگ 39 نفر منجر شد. مشخص نیست که این عملیات بخشی از عملیات نیروهای امنیتی در آستانه برگزاری جشن سال نو است یا انگیزه دیگری دارد. وزیر کشور ترکیه در این پیام همچنین تاکید کرده است که مبارزه با تروریسم تا خونسا شدن آخرین تروریست با قاطعیت ادامه خواهد داشت. مظاهر رئیس زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا با ما هم هستند. آقای رئیس زاده سلام عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم، وقت شما بخیر، با صلوات بر محمد و آل محمد. بزرگوار. آقای رئیس زاده، آیا همچنان بقایای گروه سنی های تندروی داعش در ترکیه وجود داره؟ خب کماکان نیروهای اسبق گروه های داعش که در سوریه و عراق اینا فعالیت داشتن، البته با تابعیت و با شهروندی خود ترکیه، اینا قبلا در جبهات جنگی گروه داعش در کشورهای مختلف اینا فعالیت داشتن و فعلا اینا برگشتن به کشورشان و در جاهای مختلف ترکیه زندگی میکنن که وزارت کشور ترکیه هم اینا را بر اساس همو سوابقشان تحت تعقیب قرار میده و در صورت داشتن ارتباطات فعلی اینا را دستگیر میکنه. البته باید این هم خاطر نشان بکنیم که روزهای قبل یا ماه قبل یک حمله انتحاری در نزدیکی وزارت داخلی ترکیه در پایتخت کشور ترکیه یعنی آنکارا صورت گرفته بودن که اونجا دست داعش پیش گذاشته شد و داعش هم این قبول کردن که نیروهای ما این عملیات انجام دادن. به طور کلی فعالیت گروه داعش در ترکیه کماکان وجود دارد. دلیل گستردگی حضور نیروهای گروه سنی های تندروی داعش در 32 استان ترکیه چیه؟ خب اینا بیشتر استان ها در شهرهای شرقی و جنوب شرقی ترکیه هست که هممرز هستن با کشور ایران و عراق و سوریه. اینا قبلا فعالیت های اونجا داشتن و از طریق راه های غیر قانونی اینا از اون کشورها وارد میشه و بیشتر در شهرهای شرقی و شمال جنوب شرقی ترکیه جاگزین میشه و بعدا هم اینا بر اساس امو برنامه هایشان در شهرهای مختلف توزیع میشه و با ارتباطاتی که دنیا دارن اینا فعالیت های خود انجام میده. در کل باید بگوییم که این نیروها فعلا هم جام داره و زنده است و گهگاهی هم دولت ترکیه را بر از جوانب مختلف اینا تهدید میکنه و دلیل عمدهش هم این است که اینا بیشتر اگر بگوییم اینا از طریق راه های غیر قانونی و راه های قاچاقی وارد ترکیه میشه و اینجا عملیاتشون انجام میده. بله، آیا احتمال تکرار حملات تروریستی توسط این گروه در ترکیه وجود داره و آیا اقدام های امنیتی دولت ترکیه در از بین رفتن کامل این گروه تاثیر داره؟ خیلی مختصر توضیح بفرمایید آقای رئیس. البته ای که اینا در روز گذشته 304 نفر اعضای داعش در شهرهای مختلف دستگیر شده به این معناست که احتمال حملات وجود داره، اما به طور خلاصه باید ذکر بکنم بعد از تغییر کابینه آقای اردوغان و وزیر شدن آقای علی یرلیکایا به عنوان وزیر امور کشور،
تغییرات عمده ای در بخش امنیتی کشور به وجود آمد. هفته گذشته آقای یرلکایا به خاطر بودجه سال آینده در مجلس بزرگ ملی ترکیه سخنرانی کرد و 100 سال آینده ترکیه را 100 سال آرامش و قرن آرامش خطاب کرد و همچنان اینا ارائه کردند که ما در 11 ماه گذشته بیش از 29,000 عملیات علیه گروه های تروریستی در داخل ترکیه داشتیم که در دایی عملیات های ما بیش از 19,000 نفر متهم به عضویت گروه های داعش و گروه های پکاکا و همچنان فتح الله گلن ما دستگیر کردیم. البته به طور کل باید بگویم که در کابینه جدید آقای کرزی خصوصا در بخش وزارت های مهم مثل خارجه و داخله و دفاع اشخاصی هست که با تغییر برنامه آمدن و دست به فعالیت شدن و تغییرات عمده‌ای را در ترکیه ایجاد کردن.